جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما. دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق عمر، خداوند از او راضی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق او به این مضمون دعا نموده گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق او به این مضمون دعا نموده گفتند: ای بار خدایا، اسلام را نیرو و اقتدار بخشا به یکی از این دو مردی که نزدی تو محبوب تر باشد، با عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام، یعنی ابو جهل. یکی از آن دو مرد عمر ابن حشام ابو جهل بود و دیگری عمر ابن خطاب، خداوند از او راضی بود، می باشد که در الفبای عربی عمر و عمر یک خیل نوشته می شود. خداوند مهربان دعای پیامبر را قبول نموده، از میان این دو عمر ابن خطاب عمر ابن خطاب را انتخاب نمود. عمر ابن خطاب را محبوب خود قرار داد که اسلام عزیز را به واسطه او عزت بخشید و خوف و ترس را از دل مسلمانان دور کرد و چنان در حق جویی استوارش گردانید که لقب عمر فاروق، یعنی جدا کننده بین حق و باطل، را صاحب گشت و در معامله و کار و در معامله و کارگزاری اش چنان عدالت نشان داد که عنوان عمر عادل را که اسلام عزیز را با واسطه او عزت بخشید و خوف و ترس را از دل مسلمانان دور کرد و چنان در حق جویی استوارش گردانید که لقب عمر فاروق، یعنی جدا کننده بین حق و باطل، را صاحب گشت و در معامله و کارگزاری اش چنان عدالت نشان داد که عنوان عمر عادل به خود گرفت و در تقوا و صداقتش نسبت به دین و پیامبر خدا به درجه رسید که شرفیاب عنوان امیرالمؤمنین و یار دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم گشت.